تیتر اول امشب، قوم و خویش اولین فرمانده سپاه قدس در بین خدمه هواپیمای توقیف شده ایران در آرژانتین. احمد وحیدی وزیر کشور ایران کیست و چرا در لیست قرمز اینترپل است؟ ایران آماده برای پرتاب موشک ماهواره بر از سمنان، جایی که هفته پیش مرگ مشکوک یک نظامی رقم خورد. از مانور نظامی مشترک امارات متحده عربی و اسرائیل تا هشدار یائیر لاپید برای ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و سفر قریب الوقوع بایدن به عربستان، تحولات سریع منطقه چه معنایی دارد؟ آیا شاه ایران به دنبال بمب اتم بود و آیا آمریکا با برنامه هسته‌ای محمد رضا شاه مشکل داشت؟ همزمان با ادامه کشمکش بر سر مسئله هسته‌ای ایران در زیر ذره‌بین امشب می‌بینیم آیا چنین بحث‌هایی قبل از انقلاب هم وجود داشت؟ و ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، از تهران تا ایلام و شوشتر، بازاری‌ها و بازنشستگان در اعتصاب و اعتراض، فرهنگیان هم برای تجمع سراسری فراخوان دادند. به تیتر اول خوش آمدید. وقت شما بخیر. آرژانتین اعلام کرده که یکی از بستگان احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در هواپیمای توقیف شده در بوئنوس آیرس بوده. پلیس آرژانتین به هتل محل اقامت سرنشینان هواپیمای توقیفی که شامل 5 خدمه ایرانی رفته و اتاق و وسایل اونها رو بازرسی کرده و تمام اسناد و اوراق و کامپیوتر و تلفن همراه خدمه رو ضبط کرده. وزیر امنیت آرژانتین خبر داد که غلامرضا قاسمی نام یکی از خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده در این کشور که از بستگان وزیر کشور ایرانه با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران مطابقت داره. پای یکی از خیشاوندان احمد وحیدی وزیر کشور در حالی به پرونده توقیف این هواپیما باز شده که نام خود او با بمبگذاری 1994 آمیا در آرژانتین گره خورده و تحت تعقیب پلیس بین‌الملل. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما ابتدا مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای کاظمی، دقیقاً نام احمد وحیدی به میون اومده که می‌دونیم چه سابقه‌ای با آرژانتین داره. کمی برای ما باز کنین که احمد وحیدی دقیقاً چه پیوندی با آرژانتین داره، مجموعه فعالیت‌هایی که در این سال‌ها داشته چی بوده؟ درود بر شما. همونجوری که شما گفتید، نام احمد وحیدی وزیر کشور فعلی به میان اومده. احمد وحیدی از اون فرماندهان سپاهیه که هم سابقه کار اطلاعاتی داره و هم سابقه کار عملیاتی برون‌مرزی. خب میدونیم سالهای آخر جنگ معاون اطلاعات سپاه بوده و قبل از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بوده، از بعد به تشکیل نیروی قدس. من قبل از اینکه به آرژانتین بپردازم یه نکته‌ای رو بگم که در خاطرات هاشمی رفسنجانی چند جا گفته شده که در زمان جنگ بوسنی احمد وحیدی به عنوان فرمانده نیروی قدس بارها در بوسنی حضور داشته و چند باری پیش آقای هاشمی رفسنجانی اومدن برای درخواست سلاح و پول. خب جمهوری اسلامی همونجوری که بوسنی رو دروازه ورود به اروپا میدید، آرژانتین و ونزوئلا هم دروازه ورود به آمریکای لاتین میبینه. در پرونده آمیا که پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین بود، خب تحقیقاتی که انجام شد، حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه متهمان اصلی انفجار در اون مرکز بودند و برای اون انفجار برای چند نفر از فرماندهان نیروی قدس ایران و نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان قرار مجرمیت و پیگیری بین‌المللی صادر شد. جالبه که بعدتر رئیس جمهور آرژانتین به خاطر اخذ رشوه از کسانی که ازشون می‌خواستن نقش حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه رو در اون انفجار لاپوشانی کنه، حتی محکوم به زندان شد و به زندان رفت. در این سالها رسانه‌های غربی اطلاعات خیلی زیادی رو در مورد احمد وحیدی منتشر کردن. از جمله سال 2003 واشنگتن پست یک گزارشی رو منتشر کرد که میگفت احمد وحیدی با از ظواهری از نیروهای ارشد القاعده در ارتباط بوده. از اون طرف ما هواپیمای ماهان رو تو این ماجرا داریم که حالا این چیزی که الان میگم شاید اولین بار همه میشنون، ما در تحقیقات پادکست کوتنا بهش رسیدیم. حمید عرب‌نژاد مدیر عامل هواپیمای ماهان از فرماندهان نیروی قدس در بوسنی بوده و حتی قبل از ثبت رسمی هواپیمایی ماهان در ایران مدیر عاملش از فرماندهان نیروی قدس در بوسنی بوده و هواپیمای ماهان به بوسنی پرواز داشته و سلاح حمل می‌کرده.
این که الان نام هواپیمایی ماهان در کنار احمد وحیدی در این پرونده اون هم در آمریکایی داده اومده، دارای پیشینه تاریخیه که شاید در آینده بیشتر بشه بهش پرداخت. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه، ممنونم از شما. در حالی که تنش بین حکومت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد مرحله تازه شده و وزیر خارجه اسرائیل خواستار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت ایران شده، تصاویر ماهواره‌ای از مرکز فضایی خمینی در نزدیکی سمنان نشون میده که حکومت ایران در حال آماده شدن برای پرتاب یک موشک ماهواره بر به فضاست. در روزهای گذشته مرگ مشکوک دو نظامی شاغل در بخش هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع حدس و گمان‌های زیادی به دنبال داشته. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، و شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ما همراه هستند. آقای ندیمی، با شما شروع کنیم. دقیقاً سمنان که چند روز پیش شما اتفاقا مشخصاتش رو برای ما توضیح میدادین پس از مرگ مشکوکی که اونجا اتفاق افتاده بود، فکر میکنین پیوندی وجود داره؟ چون اولین چیزی که با این خبر به ذهن آدم میرسه اینه که شاید ماموریتی در جریان بوده. بله، البته این نکته رو خدمتتون عرض کنم در ابتدا که این سکوی پرتاب دایره شکل مقدار فاصله داره با مرکز فضایی امام خمینی، اون کمی دورتر هستش و برای راکت‌های بزرگتر از کلاس سیمرغ به بالا ساخته شده. اینجا برای در ابتدا راکت‌های سفیر از اینجا پرتاب می‌شد و این در حقیقت همون جاییه که در شهریور 98 آقای ترامپ عکس ماهواره‌ای شناسایی سازمان اطلاعاتی آمریکا رو منتشر کرد که نشون میداد آخرین پرتاب ماهواره بر سفیر در اونجا با شکست مواجه شده بود و روی سرکوب منفجر شده بود. بله، این احتمال وجود داره که مرگ یکی از افراد آقای عبدوس که صحبتش میشه در روزهای پیش در ارتباط با این پرتاب بوده باشه. البته هنوز ما نشانه ای از یک انفجار یا یک موضوعی که میتونه به مرگ یک انسان منتهی بشه در اون ناحیه ندیدیم، ولی خب این احتمال رو نمیشه رد کرد که بر اثر یک سانحه یا یک حادثه‌ای در رابطه با پرتاب ماهواره بر ذوالجناح این اتفاق افتاده باشه. این احتمال رو نمیشه رد کرد. اما اگر عکس‌های ماهواره رو نگاه کنیم، از این تصاویر شما به عنوان کارشناس چی دستگیرتون میشه؟ خب این دومین باره که راکت ماهواره بر ذوالجناح که 22 متر طولش هستش، سه مرحله‌ای هست، داره برای پرتاب آماده میشه. دفعه اول سال گذشته بود، کمی بیش از یک سال پیش، که گفته میشد زیر مداری بوده آزمایش، برای حمل ماهواره نبوده. این دفعه هم به همین ترتیب اینطور گفته میشه که قرار نیست ماهواره به مدار حمل بکنه. اولی ماهواره برای سوخت جامد ایرانی هست که میتونه خیلی قدرت بیشتری داره نسبت به راکت سوخت مایعی که تا حالا آزمایش شده بوده. میتونه یک ماهواره تا 200 کیلوگرمی اونطوری که گفته میشه تا مدار 500 کیلومتر ببره. ولی موضوع اصلی احتمال نزدیک بودن فناوری این نوع راکت ها با موشک های نظامی، موشک های قاره پیما به خصوص هستش. این نگرانی همیشه وجود داره و نکته رو باید عرض بکنم، موشک های سوخت جامد خیلی نزدیکتر میتونن باشن به هم دیگه، چه برای حمل ماهواره و چه برای صرف نظامی، و آزمایش به ظاهر فضایی این نوع راکت ها میتونه اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بهبود طرح‌های موشک‌های نظامی فارپیما رو هم تعمیم بکنه. آیا شهر سال سرعت تحولات در منطقه رو که نگاه می‌کنیم، روزی نیست که خبری نیاد از مانور نظامی، از هشدار این مقام به اون مقام، یا تهدید یا سفر قریب الوقوع وایدن هم داریم به عربستان و همچنین اسرائیل. فکر می‌کنید سیر تحولات اگر دنبال بکنیم به کجا می‌رسیم؟ می‌دونیم که اسرائیل هم امروز درخواست داده که پرونده ایران به شورای امنیت بره. ببینید، آقای بایدن از زمانی که انتخابات شروع شد، در جریان انتخاباتشون میگفتن که ما برجام رو احیا میکنیم، بعد میریم دنبال توافق طولانی تر و قوی تر، و بعد میریم دنبال مسئله موشکی ایران و بعد فعالیت های منطقه ایران. همون موقع من چندین مقاله نوشتم، چندین مصاحبه کردم که این حرف های فضایی اینها قابل عمل نیست، و الان میبینیم که جریان به بنبست خورده. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ببینید، حکومت ایران تصمیمش رو گرفته در مورد سیاست خارجی تا وقتی که به یک توافق پایدار دسترسی پیدا نکنند، حاضر نیستن به برجام برگردن و برجام احیا بشه.
توافق پایدار من نظر اونها این هستش که باید یک تضمینی در حد کنگره آمریکا باشه و که بتونن بهش اعتماد کنن، برنامه اصلیشون به عقب برگردونن. این در مورد سیاست خارجی که به این نتیجه رسیدن. در داخل تصمیمشون رو گرفتن که اعتراضات رو سرکوب بکنن، یک قدم هم عقب نشینی نکنن. شما ببینید که این هفته که خواهد اومدش این قانونی تصویب خواهد شد که مأمورین حق استفاده از سلاح رو خودسر دارن، در حالی که قانون فعلی میگه باید با اجازه فرمانده باشه. این رو سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت. ما انتظار داریم که تظاهرات خشن‌تر بشه، در نتیجه این قانون رو ما داریم می‌زنیم. در مجموع ایران همونجور که آقای خامنه‌ای در جلسه با مادورو گفتش 4 روز پیش، تصمیم به مقاومت گرفته. در داخل یک جور، در خارجی یک جور. به کجا میرسه؟ والا اون چیزی که در روابط بین الملل مطرح هسته، اگر دو تا کشور با همدیگه توی یک تضادی باشن که آشتی ناپذیر باشه، دائم به منافع هم ضربه بزنن، مذاکره هم نکنن، که این از طرف آقای خامنه‌ای ممنوع شده، نهایتاً اون چیزی که میگم رابطه بین الملل به ما میگه کار ممکنه به جنگ بکشه. سپاسگزارم از شما شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری، و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. کشمکش آمریکا با ایران بر سر مسئله هسته‌ای ادامه داره. آیا چنین مشکلی قبل از انقلاب هم وجود داشته؟ پاسخ به این سوال در زیر ذره‌بین امشب. آیا شاه ایران به دنبال بمب اتم بود؟ آیا ایالات متحده با برنامه اتمی محمد رضا شاه مشکل داشت؟ برنامه هسته ایران در زمان پهلوی دوم چه بود و چه شد که این برنامه اوایل انقلاب متوقف شد؟ امشب برنامه هسته ایران در زمان شاه رو زیر ذره‌بین می‌بریم. کمتر از یک ماه بعد از بازگشت خمینی به ایران، به دستور او دادگاه‌های انقلاب شکل گرفت. به حکم خمینی، صادق خلخالی مأمور تشکیل و رئیس این دادگاه شد، کسی که مسئول اعدام بسیاری از نفرات ارشد حکومت شاه در اوایل انقلابه. این خواسته ملت است، این لذت نیست. با کمال اکراه، در این حال با کمال قدرت، ضد انقلاب را در اون مقامات بالا به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد نمود. عباس علی خلصبری وزیر امور خارجه هم از اعدامیان اول انقلاب بود. جرم امضای قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر. استدلال اعدام او این بود که ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی نداره. روزنامه جمهوری اسلامی چند ماه بعد از این اعدام مقاله منتشر کرد و نوشت ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر خیانت شاه به کشور بوده. اما برگردیم به 22 سال قبل از انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت‌های اتمی ایران. شاید بشه گفت افتتاح نمایشگاه اتم برای صلح در تهران با همکاری آمریکا آغاز فعالیت‌های هسته‌ای در ایران بود. همزمان 3 میلیون تومان برای تأسیس مرکز اتمی در اراضی امیرآباد تهران اختصاص پیدا کرد، یعنی چیزی نزدیک به 44 میلیارد تومان الان. سال 1337 دو مجلس سنا و شورای ملی پیوستن ایران به آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو تصویب کردند. یک سال بعد ایالات متحده یک راکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی به ایران میده. سال 1347، یعنی 10 سال قبل از انقلاب، ایران پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون MPT رو امضا می‌کنه. شاه از اکبر اعتماد می‌خواد یه برنامه جامع ارائه کنه. سال 1353 سازمان انرژی اتمی تأسیس میشه و اکبر اعتماد هم میشه رئیسش. بومی کردن کامل چرخه سوخت و تولید 23 هزار مگاوات برق در عرض 20 سال برنامه ایران بود. سال 56 سازمان انرژی اتمی با 1500 نفر کارمند و 1.3 میلیارد بودجه بعد از شرکت نفت پرخرج‌ترین سازمان دولتی ایران بود. اما آیا شاه به دنبال بمب اتم بود؟ Pourquoi que pour vous ce serait normal, pour l'Allemagne fédérale ce serait normal, pour l'Angleterre ce serait normal, même d'avoir des armements atomiques ou à hydrogène, et pour l'Iran une armée.
سال 53 مصاحبه شاه با مجله فرانسوی خبرساز میشه. شاه گفته بود ایران خیلی زودتر از اون که کسی فکرش رو بکنه به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. شاه خیلی سریع متوجه پیامد حرفش میشه و دستور میده اعلام کنن که او قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره. بنا به دستور شاه سخنگوی دولت وقت این خبر رو تکذیب میکنه و اعلام میکنه شاه برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای نداره و اینکه ایران دارای بمب اتمی خواهد شد کذب محض. البته اسدالله علم در خاطراتش نوشته که شاه همیشه به دنبال بمب اتم بود. اما چرا شاه دستور داد حرفش تکذیب بشه؟ دلیلش نگرانی آمریکا از برنامه هسته ایران بود. در واقع ایالات متحده میترسید ایران به بمب اتم برسه و این صنایع در صورت تغییر رژیم دست دیگران بیفته. اسناد نشون میده آمریکا و ایران کشمکش‌های طولانی بر سر برنامه هسته شاه داشتن. سال 53 آمریکا بالاخره حاضر به فروش راکتور به ایران شد، اما با شرط و شروط. مثلا اینکه اورانیوم غنی شده از خارج از ایران تامین بشه یا پلوتونیوم نباید در ایران تولید بشه. شاه مخالف بود و مذاکرات در اون زمان برای مدتی به بن‌بست خورد. از اون طرف آلمان و فرانسه مشتاق بودن در صنایع هسته ایران سرمایه گذاری کنن. برای مثال آلمان قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر رو امضا میکنه، نیروگاهی که قرار بود سال 1360 بهره برداری بشه. آلمان و فرانسه قبل از انقلاب دست کم برای ساخت 4 نیروگاه هسته ای با ایران قرارداد بستن. آمریکا نگران از دست دادن منافع اقتصادیش در ایران و خاورمیانه بود و تمایل داشت تحت شرایطی با ایران همکاری کنه. سال 1357 شاه هم بالاخره شرایط آمریکا در مورد غنی‌سازی و بازیافت هسته‌ای رو پذیرفت و تابستان 57 همه چیز برای امضای توافق اتمی بین شاه ایران و کارتر رئیس جمهور آمریکا آماده بود. بخشی از تأسیسات اتمی حال حاضر در ایران میراث حکومت پهلوی. ایران در حال حاضر 2 نیروگاه هسته‌ای داره، بوشهر و دارخوه. ساخت هر دو این نیروگاه‌ها پیش از انقلاب 57 آغاز شد. قرارداد بوشهر با آلمانی‌ها بود و دارخوین با فرانسوی‌ها. از این دو نیروگاه، نیروگاه اتمی بوشهر در حال بهره برداری و برق تولید می‌کند. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم. سال 57 اعتراضات بالا گرفته بود. شرایط ایران ناآرام بود و محمد رضا شاه بیمار. او دیگه نتونست روی مذاکرات و برنامه اتمی ایران تمرکز کنه و توافق اتمی با آمریکا هیچ وقت امضا نشد. دی ماه همون سال شاه از ایران رفت و انقلاب ایران بهمن 57 به پیروزی رسید و به دستور خمینی برنامه‌های اتمی متوقف شد. اعتراض ضد حکومتی امروز هم برای چندمین روز پیوپی در تهران و شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. در تهران گروهی از بازنشستگان بانک‌ها با درخواست اجرای همسانسازی حقوق برای بازنشستگان بانک‌ها در برابر صندوق بازنشستگی تجمع کردند. در ایلام، شوشتر، فسا، درود، اهواز، شیراز و رشت بازنشستگان و کسبه تجمع و تظاهرات کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. فردا هم شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از معلمان خواسته تا در سراسر کشور تجمع کنند. هرمز شریفیان روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه میشه. آقای شریفیان، اعتراضات رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم از هر طیفی توش هست و گسترده‌تر هم داره میشه. پیوند این اقشار مختلف، نقطه مشترک این اعتراضات رو شما چی می‌بینید؟ ببینید، شما هر کشور در حال توسعه ای رو که نگاه کنید میبینید که طبقات اجتماعی داره. یه طبقه کوچیک خیلی مرفه داره، یه طبقه متوسط خیلی بزرگ داره و یه طبقه کم برخوردار. متاسفانه این ترکیب الان در ایران به شدت تغییر پیدا کرده. یعنی اینکه ما الان یک طبقه خیلی کوچیک مرفه و برخوردار داریم و یک طبقه بسیار بزرگ کم برخوردار که در حال فقیر شدن هستن و از همون طبقه متوسط دارن به این طبقه فقیر اضافه میشن.
و طبیعیه که توی این طبقه بسیار بزرگ و گسترده طیف‌های متعددی هستن، میتونه بازاریان باشه، میتونه فرهنگیان باشه، میتونه کارگران باشه، تمام طیف‌هایی که در طبقه متوسط بودن و یه طبقه بزرگ بودن اینها الان دارن به طبقات کم برخوردار و فقیر تبدیل میشن و انقدر هم این فشار اقتصادی و تورم بهشون فشار آورده که هیچ راهی به غیر از اعتراض دیگه پیدا نکردن و پیدا نخواهند کرد، به خاطر اینکه اعتراضهاشون رو کردن، از اعتراضهای کوچیکتر در حد اداراتشون، در حد وزارتخونه هاشون و همینطور بهش عمل نشده، به حرفاشون گوش داده نشده و این اعتراضات همینطور بزرگتر بزرگتر میشه، چون طبقه ای که طبقه فقیه هست الان بزرگ شده و وقتی که این طبقه بزرگ میشه طبیعتاً این اعتراضات در یه جایی به هم دیگه پیوند میخوره، چون از دستجات مختلف است و طبیعتاً همینجوری هم ادامه خواهد داشت تا زمانی که به هر حال گوش شنوایی باشه و به نتیجه برسه. هرمز شریفیان روزنامه نگار از تهران با ما، ممنونم از شما. امروز گروهی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و خانواده اونها در برابر وزارت بهداشت تجمع کردند و به کمبود گرانی و وارد نکردن داروهای لازم اعتراض کردند. دیروز سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیسی هشدار داده بود که شرایط تامین و تولید دارو در ایران به مرز بحران رسیده و امکان تولید بسیاری از داروها در داخل کشور از بین رفته. دکتر یاسر قریشی متخصص اطفال و از پزشکان بدون مرز از استانبول ما همراه میشن. آقای دکتر قریشی، سالها میگذره، من سالی رو خاطر ندارم که بیماران مبتلا به بیماری های خاص با مشکل تامین دارو مواجه نبوده باشن. دولت ها اومدن رفتن و این مشکل پا بر جا بوده. مسئله اصلی چیه؟ سلام، مسئله اصلی به نظرم فساد، فکر میکنم که ارتباط ما با دکتر قریشی دچار مشکل شده. همکارانم سعی میکنن در ادامه ارتباطمون رو برقرار کنن، اما تیتر اول چهارشنبه 25 خرداد رو تماشا میکنید. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عنوان های خبری امروز. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عنوان‌های خبری امروز. همونطور که گفتم، قمخیش اولین فرمانده سپاه قدس در بین خدمه هواپیمای توقیف شده ایران در آرژانتین. احمد وحیدی وزیر کشور ایران کیست و چرا در لیست قرمز اینترپل؟ ایران آماده برای پرتاب موشک ماهواره بر استمنان. از مانور نظامی مشترک امارات متحده عربی و اسرائیل تا هشدار یائیر لاپید برای ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و سفر قریب الوقوع بایدن به عربستان، تحولات سریع منطقه چه معنایی دارد؟ ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران از تهران تا ایلام و شوش. در بازاری‌ها و بازنشستگان در اعتصاب و اعتراض، فرهنگیان هم برای تجمع سراسری فراخوان دادند. اما در ادامه تیتر اول امروز می‌پردازیم به ریزش شدید بازار رمزارزها و سقوط بازارهای مالی جهان به دلیل روند رو به افزایش تورم و همچنین لغو اولین پرواز اجباری پناهجویان از بریتانیا به رواندا. لندن می‌گوید دولت منصرف نخواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته رسانه های معاند لندنی جوانان را به مهاجرت تشویق میکنند. تیتر اول را تماشا میکنید. تماسمون با دکتر یاسر قریشی دوباره برقرار شده. سوالم رو پرسیدم، فکر میکنم بینندگان هم خاطرشون هست، پاسخ رو بشنوید. من عذرخواهی میکنم بابت قطع شدن تماس. عرضم حضورتون، فکر میکنم مشکل اصلی فساد حاکم بر ساختار وزارت بهداشت و اداره دارو و غذا است. حالا جدا از این ارز در واقع ترجیحی که تخصیص داده میشد به دارو و اون قطع شد و قیمت‌ها بالا رفت، متاسفانه مافیایی که حاکم هست برای اینکه سود بیشتری ببره خودش، هم جلوی بعضی از ورود واردات بعضی از داروهای بسیار مهم رو میگیره تا خودشون بتونن به اصطلاح مشابه داخلیش رو به بیماران بدن، و یکی دیگه هم این که انحصار واردات رو فقط به یک گروه خاصی دادن. الان من حداقل 11-12 سال هست که به خاطر میارم واردات داروهای بیماران تالاسمی رو به شدت کاهش دادن و
به جاش از داروی وارداتی استفاده میکردن و در تمام این سالها متاسفانه من بیمارانی رو شاهد بودم که به خاطر استفاده از داروی با کیفیت پایین دچار عوارض بسیار جدی و حتی از دست دادن جونشون شدن. منظورتون این بود که از داروهای تولید داخل جای داروهای وارداتی استفاده میکنن. ممنونم از توضیحاتتون دکتر یاسر قریشی، متخصص اطفال و از پزشکان بدون مرز از استانبول با ما. در بریتانیا با مداخله دادگاه حقوق بشر اروپا اولین پرواز اجباری پناهجویان به رواندا که قرار بود دیشب انجام بشه لغو شد. 7 پناهجو از جمله 3 شهروند ایرانی قرار بود با این پرواز جنجالی خاک بریتانیا را ترک کنند. هرچند وزیر کشور بریتانیا ضمن انتقاد به این حکم اعلام کرد که دولت منصرف نخواهد شد و فهرست مهاجران رو برای پرواز بعدی آماده خواهد کرد. نگین شیراقایی روزنامه‌نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از لندن با ماست. خانم شیراقایی، استدلال فعالان حقوق بشر رو زیاد شنیدیم که فکر میکنن کسانی هستن که به خاک بریتانیا پناه آوردن و فرستادنشون به رواندا با سرنوشتی نامعلوم چیزی نیست که در انتظارش باشن و حقشون بشه، اما استدلال دولت بریتانیا مشخصا چیه؟ دولت بریتانیا معتقده که هزینه سیستم پناهجوها در بریتانیا زیاده و در عین حال عقیده داره که خودش رو داره برای موج آینده پناهجوها هم آماده میکنه، برای اینکه اتفاقاتی که در دنیا داره میفته این انتظارها رو، این پیشبینی ها رو بالا برده که موجهای بیشتری از پناهجویی در به سمت اروپا روانه بشه. با توجه به اتفاقی که در مورد برگزیت افتاده، یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یک بخشی از عهدنامه هایی هم که بریتانیا و کشورهای اروپایی داشتن لغو شده و هنوز جایگزینی برای اونها هم نیست. یک همه این مجموعه عوامل باعث شده که دولت بریتانیا فکر کنه که ما باید خودمون راه‌های جدیدتری در دست بگیریم، با توجه به ویژه به اینکه در همین سال‌های چند سال اخیر به شدت آمار پناهجویانی که از طریق راه‌های غیرقانونی به قول دولت، یعنی مثلا از کانال قایق‌ها و از طریق گروه‌های خلافکار پنهان شدن در میان کامیون ها تلاش میکنن به بریتانیا وارد بشن، هم بسیار افزایش پیدا کرده. مثلا عددی که پارسال در مجموع وجود داشت برای این ورودهای غیرقانونی حدود 28,000 نفر بوده که پیش بینی می که امسال این عدد 2 برابر بشه. این رو در مقایسه با این که مثلا 3 سال پیش عدد حدود 8,000 تا بود، میتونید ببینید که چه شیب تندی داشته. اما در عمل این شیب اگر مقایسه تاریخی بکنیم، یعنی به جای 3 سال مثلا به 3 دهه پیش نگاه بکنیم، یک بخشی از موجهایی هست که میاد و میره و همطور که گفتم میتونه نشونه این باشه که خب بیشتر از این هم ممکن مهاجرت سرازیر بشه. یک بخش خیلی مهم دیگه که دولت استدلال میکنه اینه که در سال داره 1.5 میلیارد پوند برای این هزینه میکنه و معتقده که در دراز مدت، هرچند الان برای رواندا داره تقریبا همینقدر هزینهش در میاد، اما در دراز مدت میتونه با این برنامه هزینه ها رو بیاره پایین. نگین شیراقایی، روزنامه نگار و مدیر شرکت ارتباطی اوپن گروس از لندن، ممنونم از شما. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته رسانه‌های معاند مستقل در لندن ایرانی‌ها را ترغیب به مهاجرت با روش‌های خطرناک می‌کنند. سعید خطیب‌زاده مدعی شده این رسانه‌ها تصویر غیرواقعی از ایران برای مخاطبانشون می‌سازند، در حالی که بر اساس آمار رصدخانه مهاجرت وابسته به دولت ایران، بیشتر ایرانیان به دلایل شرایط اقتصادی از کشور مهاجرت می‌کنند که در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و 65% دانشجویان و استادان دانشگاه هم میل به مهاجرت دارند. حسین قاضیان، جامعه‌شناس از واشنگتن، با ما همراه میشه. آقای قاضیان، فکر می‌کنم منظورش از رسانه‌های معاند رسانه‌های خارج از کشور باشه که در فضای آزادانه فعالیت می‌کنن. فکر می‌کنید چقدر میل به مهاجرت تأثیر دیدن چیزیه که در حقیقت داره اتفاق می‌افته و تأثیرات چیزی که مردم دارن با گوش و پوستشون در ایران لمس می‌کنن؟ واقعا خودتون جواب مکمل دادید، چون به هر حال می‌دونیم که مهاجرت یه موضوع فوق‌العاده پیچیده، عوامل خیلی زیادی در مقصد وجود دارن که جذب میکنن و عوامل بسیاری در مبدا وجود دارن که دفع میکنن و منحصر کردنش به رسانه ها، اون هم فقط رسانه ها در لندن، یه چیز واقعا نامربوطی است که بیان دانشی و علمی نداره و فقط و فقط بیانگر وظیفه اداری است و خطاب که رهبر کرده بود برای اینکه ادعی سعی میکنن افراد رو تشویق به مهاجرت کنن. بنابراین این رو فقط باید به عنوان یک وظیفه اداری بس، چون معنیش یعنی این که مثلا مردم میشینن تلویزیون شما یا دیگران رو نگاه میکنن، بعد متوجه میشن باید مهاجرت کنن، یعنی زندگی واقعیشون که ممکنه با فقر بیکاری نداره.
فکر میکنم که تماسمون با حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن هم در این هوای 40 و چند درجه وصل شد. آقای قاضیان میشنویم، برای لحظاتی صداتون از دست دادیم. بله، گفتم که انگاری که مردم مثلا در زندگی واقعی روزمره شو اینا رو احساس نمی کنن، منتظرن شما در تلویزیون رو باز کنن و ببینن که در ایران مثلا بیکاریه، باز کنن و متوجه بشن با وجود داشتن خوب جای مرتب شغلی ندارن و امثال اینها. سپاسگزارم از شما قاضیان. مثل که ما امروز در تماس‌های تصویرون خیلی خوشناس نیستیم، صدا و تصویر شما هم با کیفیت لازم و کافی نداشتیم. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن، امیدوارم بتونیم در فرصت دیگری این بحث رو بیشتر هم مطرح بکنیم. این روزها علاوه بر ریزش شدید بازار رمزارزها، سقوط بازارهای مالی جهان به دلیل روند رو به افزایش تورم نگرانی‌های زیادی به همراه داشته و اکثر قریب به اتفاق بازارهای جهانی در هفته اخیر با فشار فروش همراه بودند. شاخص بازارهای سهام از توکیو، سئول و هنگ کنگ تا آلمان و لندن دچار افت شدند، اما کاهش 20 درصدی شاخص بازار مالی آمریکا یه هشدار جدی به حساب میاد. ایرج آبدیان اقتصاددان از کیپ تاون با ما همراه میشه. آقای آبدیان، این ریزش، این سقوط تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ این خیلی ممنون از دعوتتون. به صرف این که نرخ بهره در سطح بین‌المللی در 12 تا 18 ماه آینده به صرف سعودی بالا خواهند رفت، شکی نیست که اقتصاد جهانی در این 12 تا 18 ماه آینده باید یک تحولات تازه‌ای رو داشته باشه در جواب به تحولات سیاسی که در نظم جهانی پیدا شده. هزینه تولید، مخصوصا سوخت، تولید و توزیع در سطح ملی و بین‌المللی بالا رفته و واقعا حدود این الان معلوم نیست، چون مشخص نیست که جنگ در اروپا تا چه حد پیش بره و نتایج اون در سطح نه تنها اروپا با در سطح بین‌المللی تا چه حد ادامه و توسعه پیدا کنه. بنابراین در حال حاضر بازارها و بازارهای سرمایه‌گذاری و بازارهای ملی تردید و شک بسیار زیادی دارن از سرمایه‌گذاری که به حساب خودداری میکنن و در نتیجه این میتونیم در 2 سال آینده و شاید یه مقدار طولانی تر یک رکود تورمی در سطح بین‌المللی تجربه کنیم. اون چیزی که مردم به صورت شهروندان لمس میکنن در کشورهایی که حالا این تجربه رو دارن، اون به چه شکل خواهد بود؟ چه تأثیر رو زندگی روزمره داره؟ خیلی سوال خیلی مهمیه. وقتی که رکود پیدا میشه، قدرت تولید شغل در سطح بین‌المللی کمتر میشه، هزینه ها بالا میره و تورم درآمد مردم رو کمتر میکنه. برای این قدرت خرید مردم بلخص طبقه کارگر و به حساب میدل کلاس در سطح دنیا کمتر و کمتر میشه، با این سطح زندگی ها میفته و این به نحویه که من و شما این شرایط رو لمس خواهیم کرد در زندگی روزمره خودم. سپاسگزارم از شما. ایرج آبدیان اقتصاددان از کیپ تاون با ما. هم بریم و تصاویر زنده ببینیم از مجلس سنای آمریکا در مورد جرایم مرتبط با اسلحه. تد کروز، سناتور مشهور جمهوری‌خواه، رو می‌بینید که در حال صحبت کردن در روزهای گذشته تیراندازی‌های زنجیره‌ای در ایالات متحده. بحث‌های مربوط به جرایم مسلحانه رو در آمریکا افزایش داده. در روزهای گذشته در سنا هم جلسات متعددی با همین موضوع برگزار شده. الان هم یک جلسه دیگر که گفتم تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، مشغول صحبت. I was in Sutherland Springs the day after that. اما سری بزنیم به جهان سرگرمی. نتفلیکس به تازگی از تولید فصل دوم سریال محبوب کره بازی مرکب خبر داده، اما این تمام ماجرا نیست، چون نتفلیکس قصد داره بر اساس داستان فصل اول یک ریالیتی شو و مسابقه واقعی رو با اسم بازی مرکب چالش تولید و پخش کنه. این سریال تلویزیونی بازی مرکب دیگه فقط یک داستان نیست. توی این مجموعه 10 قسمتی 465 شرکت کننده از سراسر دنیا حضور خواهند داشت که با هم مسابقه میدن و البته قرار نیست مثل فصل اول سریال کسی توی بازی بمیره. جایزه برنده هم چیزی حدود 4.5 میلیون دلاره که به گفته نتفلیکس این جایزه بیشترین جایزه نقدیه که تا الان در تاریخ مسابقات تلویزیون تعیین شده. سریال کره بازی مرکب وقتی که پارسا روی آنتن رفت حسابی مورد استقبال قرار گرفت و رکورد پربیننده ترین سریال نتفلیکس رو شکست. الان هم که قراره فصل دومش به نتفلیکس برگرده و حتما طرفداران خودش رو خواهد داشت. We'll be right back.
بحران اوکراین در 112مین روز از حمله روسیه به این کشور، درگیری‌ها همچنان در شرق اوکراین متمرکز. روسیه به آخرین بازماندگان مقاومت اوکراین در شهر سفرودونسک گفته تفنگ رو زمین بگذارن و تسلیم بشن. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده هدف همتای روسش صرفاً شرق اوکراین و حتی خود اوکراین نیست، بلکه پوتین از راه اوکراین به کشورهای دیگه حمله خواهد کرد. امروز وزرای دفاع کشورهای ناتو برای حمایت از اوکراین جلسه‌ای رو برگزار کردن. بردیا افشین همکارم از کیف با ما همراه میشه. بردیا، از تو بشنویم که اوکراین انتظار چه کمک‌هایی رو داره دقیقاً از ناتو. پیش از اینکه این جلسه برگزار شه، پیام سریعشون اینجا به گوش می‌رسید و اون این بود که ناتو در بروکسل یک تصمیم سریع و فوری بگیره. خواسته اوکراینی‌ها هم فکر کنم همه بدونن که تک تک مقامات اوکراینی طی روزهای گذشته، طی همین 112 روز، بارها و بارها مطرح کردن اونها کمک تسلیحاتی می‌خوان. به نظر می‌رسه که دبیر کل ناتو گفته که این پیمان متعهد به تأمین تسلیحات برای اوکراین جوری که بتونن مقاومت کنند. او امروز در سخنرانیش وعده از این داد که سلاح‌های پیشرفته‌تر، سلاح‌های سنگین‌تر با دوربرد بیشتر در اختیار اوکراین می‌ذاره و این می‌تونه خبر بسیار خوشی باشه برای اوکراینی‌ها، اما این جزئیات دو هفته دیگه روشن خواهد شد. چیزی که تو حرفای ینس استولتنبرگ مشهود بود امروز، تاکیدش دقیقا به همون چیزی که تو اشاره کردی، اینکه اونها همه میدونن که جاه طلبی های ولادیمیر پوتین صرفا شرق اوکراین، صرفا اوکراین و اوکراین نیست و ممکنه که جبهه شرقی ناتو مورد حمله روسیه قرار بگیره. بنابراین این اونها تسریع خواهند کرد به این کمک های تسلیحاتیشون، چون فعلا اوکراین درگیر یک جنگ فرسایشی، اما با یک تغییر روی کرد در ناتو. اونها میدونن که این جنگ ادامه دار خواهد بود، برای همین تلاش خواهند کرد که نه فقط تجهیزات، نه فقط تسلیحات بفرستن اینجا، نه فقط مهمات بفرستن، که بتونن نیروهای اوکراینی رو آماده کنن، آموزش بدن برای یک جنگ طولانی مدت و بتونن اونها رو تعامل پذیر کنن با سیستم‌های پیشرفته ناتو، نه و اونها رو جدا کنن از سیستم‌های قدیمی که اونها از دوران اتحاد جماهیر شوروی به ارث بردن. بنابراین تو این دو هفته فردا اونها خواهند نشست با وزیر دفاع اوکراین که ببینن که دقیقاً خواسته های اون روی کاغذ چیه، عدد و رقم رو چانه زنی خواهند کرد. دو هفته دیگه در اجلاس سران ناتو مطمئناً جزئیات بیشتر رو خواهیم شنید، وقتی که ولادیمیر زلنسکی اونجا دعوت و اونجا اعلام خواهد شد که دقیقاً اون کمک ها چیه و این کمک ها احتمالاً با سرعت بیشتری روانه جبهه های شرقی اوکراین خواهد شد، چرا که ناتو تا الان زیر فشار انتقادات بوده که این کمک ها سریع به اوکراین ارسال نمیشه. ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم از کیف پایتخت اوکراین. مرورگر قدیمی اینترنت اکسپلورر از امروز رسما به کار خودش پایان داد. مرورگر اینترنت اکسپلورر بعد از 27 سال به کار خودش پایان داده. نزدیک به یک سال پیش بود که مایکروسافت اعلام کرد که امروز، یعنی 25 خرداد 1401، پشتیبانی خودش از مرورگر اینترنت اکسپلورر رو تموم می‌کنه. بنا به اعلام مایکروسافت، از امروز کاربران دیگه امکان استفاده از این مرورگر رو ندارن و وقتی بخوان از اینترنت اکسپلورر 11 استفاده کنن، به صورت خودکار مرورگر جدید مایکروسافت باز میشه. برای نزدیک به یک دهه مرورگر اینترنت اکسپلورر حاکم مطلق دنیای مرورگرها بود، اما در یک هفته گذشته، در یک دهه گذشته البته، گوگل کروم تونسته اکسپلورر رو کنار بزنه و بشه قدرت اول و بیرقیب مرورگر. مایکروسافت الان امیدواره با ارائه مرورگری مبتنی بر کرومیوم دوباره به روزهای طلایی خودش برگرد. در آمریکا تام رایس، یکی از 10 جمهوری خواهی که به استیضاح دونالد ترامپ رای داده بود، در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی از رقیب جمهوری خواه شکست خورد، رقیبی که مورد حمایت دونالد ترامپ بود. 4 ایالت نوادا، مین، داکوتای شمالی و کارولینای جنوبی روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی کنگره آمریکا پازل ترکیب آتی کنگره و قدرت و برتری دونالد ترامپ بر حزب جمهوری خواه رو تا حدودی کامل کردند. سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه میشه. سمیرا
همیشه این تردید وجود داره که بالاخره حزب جمهوری خواه رو میشه الان گفت حزب ترامپ یا نه، هنوز قدرت و نفوذش اونقدر نیست، اما این انتخابات به نظر نشون داد که قدرت و نفوذش اصلا کم نیست. دقیقا نیوشا، اون چیزی که در حال حاضر مد نظر هست در رابطه با نامزدهای حزب جمهوری خواه هست که ببینیم که در بین این نامزدها اونهایی که حمایت دونالد ترامپ رو دارن چه میکنند و از طریق بررسی این نامزدها و نتایج این انتخابات مقدماتی بشه به این نتیجه رسید که آقای ترامپ چقدر قدرت داره، چقدر برش داره در حزب جمهوری خواه. مسئله ای که روز سه‌شنبه دیشب در ایالت نوادا به خوبی مشاهده شد، نوادا یکی از ایالت‌های مهم چرخشی هست و در انتخابات رای دهندگانی که حامی حزب جمهوری خواه هستند به سراغ نامزدهایی رفتند که نظیر آقای ترامپ انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 رو زیر سوال بردند، شک و تردید دارند بهش و حمایت آقای ترامپ رو ازش برخوردارند. در نوادا هم نامزدی که از حزب جمهوری خواه، نامزدی که برای سنا، نامزد برای فرمانداری و نامزد برای وزارت ایالت، هر سه این پست ها اون کسی از حزب جمهوری خواه انتخاب شد که حمایت آقای ترامپ رو داشت. گذشت از نوادا در کارولینای جنوبی هم ما شاهد اتفاقات جالبی بودیم، به ویژه در مجلس نمایندگان در حزب جمهوری خواه یک نماینده در واقع حزب جمهوری خواه داره، آقای تام رایس که بهش اشاره کردی، از 10 جمهوری خواهی بود که به استیضاح آقای ترامپ رأی داده بود و یک نامزد جمهوری خواه دیگه به اسم راسل فرای که حمایت همه جانبه آقای ترامپ رو داره تونست اون رو شکست بده. با این همه در کارولینای جنوبی یک صندلی دیگه که برای مجلس نمایندگان هست، در این برای این صندلی نانسی میس، یک نامزد جمهوری خواه که حمایت آقای ترامپ رو نداره، تونست از نامزدی که حمایت آقای ترامپ رو داره ببره. دنش در کارولینای جنوبی مثل نوادا نبود که حضور همه جانبه آقای ترامپ رو بتونیم ببینیم. اما وزیر ایالت هم در کارولینای جنوبی فردی بود که حمایت آقای ترامپ رو داره. در تگزاس هم یک انتخابات ویژه برگزار شد برای یک صندلی مجلس نمایندگان که خالی هست، فردی انتخاب شد، جمهوری خواه هست. بعد از 10 سال این صندلی از دموکرات‌ها به جمهوری خواه ها میرسه، اما موقت هست و تا پایان سال. نیوشا، ممنونم از سمیرا قرایی، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. تا تیتر اول چهارشنبه هم اینجا به پایان میرسه، همینجا عذرخواهی میکنم از اختلالی که در بعضی از تماس‌های ما بود. تیتر اول بعدی شنبه است، تا شنبه همین ساعت و همینجا.